این کتاب من میتونم بگم که باعث شده که جامعه فرهنگی استرالیا فهم عمیق‌تری پیدا کنه از این قضیه، و من هیچ وقت ادعا نکردم که این کارها و این فعالیت‌ها میتونه باعث آزادی ما و آزادی ناگهانی ما بشه، ولی خب من مطمئن هستم و عمیقا اعتقاد دارم که این کتاب در نهایت و این فعالیت ها و این خلق کردن ها نهایتا میتونه بر روی گفتمان حاکم در فضای فرهنگی سیاسی استرالیا تأثیر بگذاره، و به خاطر همین هست که من از مفهوم آزادی استفاده میکنم. البته اینجا آزادی من بیشتر مفهوم رهایی مد نظرم هست. من بعد از سالها واقعا متوجه شدم که زبان روزنامه نگاری یک زبانی است که در واقع خیلی نزدیک هست به ساختارهای قدرت، و در خیلی موارد ما میتونیم بگیم که زبان قدرت هست، و به خاطر همین من فکر کنم یک زبان رها و آزاد نیست. به خاطر همین گرایش پیدا کردم به این که از زبان هنر استفاده کنم و از زبان ادبیات استفاده کنم که یک زبان رهاست و یک زبانی است که من میتونم این در واقع ساختار قدرت رو به چالش بکشم. حالا این فیلم چوکا و کتاب من میتونم بگم دو قلو هستن، و یک روحی که حاکم هست بر این دو اثر، یک روحیه که به مسائل دیگه هم میپردازه، به بحث استعمار میپردازه، بحث فرهنگ مردم اینجا، و خیلی گسترش پیدا میکنه و نمیتونیم بگیم فقط در مورد پناهنده است. ما با یک دولت و سیستم فاشیستی طرف هستیم، و این سیستم فاشیستی به هر حال پیرو یک مکتبی است که میتونه برای افکار عمومی این قضیه رو توجیه کنه و تونسته این سیاست رو، این سیاست تبعید انسان‌های بیگناه رو برای بخش بزرگی از جامعه استرالیا توجیه کنه، و من فکر میکنم این با یک جایزه یا با یک کتاب یا با یک فیلم یا کارهای ژورنالیستی ما نمیتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم به این راحتی. در طی دو سال اخیر به هر حال دولت استرالیا مجبور شد دولت آمریکا یک قرارداد امضا کنه و خیلی از پناهنده‌ها رو به استرالیا، به آمریکا منتقل کنه. یعنی الان من یه آماری به شما بخوام بدم اینه که شاید چیزی حدود 85% پناهنده‌هایی که در نارو بودن به آمریکا منتقل شدن و یا اینکه به استرالیا منتقل شدن. ولی خب پروسه انتقال پناهنده‌ها به آمریکا سرعت قابل توجهی نداره که بخوام که بگیم که حالا این جزایر در واقع تخلیه بشن این کمپ ها، ولی چیزی که هست اینه که گشایش اتفاق افتاده و ما خیلی امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده پناهنده بیشتری از این جزایر خارج بشن.